On my knees, on my knees. Emilia. خودت رو پشت کلمات مهمه اینه که چطور بگیره. خودت رو پشت کلمات پنهان نکن هدایت. اون که پشت کلمات پنهان میشه تویی نه من. یه روح سرگردون که حتی بعد مرگش هم داره به خوش درو میشه. ببینم تو به چیت میدن؟ به نظریت؟ نظریه یه جنسیت من یه چیز ثابت شده است. همه چیز در دنیا بر طبق غریزه ی جنسی اتفاق میفته. میدونی این جنسه که معیار ارزش آدم واسه تو یا چقدر جالب. تا حالا بهش فکر نکرده بودم. از اون زن چه خبر؟ کدوم زن؟ کدوم زن؟ هیچ وقت هیچ زنی تو زندگی من نبوده. بس کن، تو همیشه به اون فکر کردی. میدونی همه مردا یه روزی به یه زن فکر میکنن. خودم اون جغدو کشتم. تو دوستش داری؟ جوره کابوس درون نمیشونی؟ تو اصلا بهش دست زدی؟ آره بهش دست زدی. من چته؟ میخوای دقیقت بزنم و اعتراف کنم که نظریت درسته؟ میخوای بگم که تا حالا چند بار باهاش بودم؟ میخوای بگم که تا حالا چند بار بهش گفتم دوستت دارم؟ چیه؟ به چی زل زدی؟ یه جغده پرکنده. اشتباه نکنه. اون سر روش که تو دوچار نمیشه. خانم امیلیا اون سیده نکنه دلتون رو به خانم امیلیا خوش کردی که روزی چند بار داستانه شما رو بشیم. دختره فرانسوی هیچ وقت زبون تو رو بلد نبوده. میدونی اون حتی نمیتونه اسم نوشتهای تو رو یاد بگیر. این عین حقیقته. نه شب یواشکی از اتاق من کتابامو فهمیده شدون تو صبح چند بار میخوند. تو دوچار توهم شدی هدایت. اون نمیتونه تو رو برسونه به اوج. من برات یک سورپرایز دارم. آقای هدایت میخوان تمرکز کنم. به هیچ چیز فکر نکن. نمیتونم. تو یه نویسنده بزرگی هدایت. همه یه نویسنده ها میتونن تمرکز کنن. تمرکز تمرکز. من سال هاست که تو فکر. تو فکره؟ برجان تو فکره. دوشکو و اون زن میرزا امیلیا باور نکردی صادق. هیچ وقت به خودت اجازه ندادی تا هرچی تو دلت مونده به زبون بیاری. منم مرجان، اما مرجانی که نه به داستانای تو تعلق داره نه به داشاکو. من یه مرجان بخت برگشتم که از وقتی تو فراموشش کردی شد عشق این ما. تو منو به داستانات سپردی و اون طوری نوشتیم که خودت میخواست، اما من هیچ وقت نتونستم تو رو فراموش کنم. اگه من همون مرجانی هم که همیشه ته خیابون خاقانی از تو پنجره حواسم بهت بود که کی میخوای از خونه بزنی بیرون تا با این چادر گلگلیم بیام کنار پنجره که تو از بالای عینکت یه نیم نگاهی به هم بندازی، پس تو هم همون صادقی هستی که همیشه عشقشو پنهون کرد که مبادا به طایفه قجریش بر بخوره که چرا صادق خان هدایت عاشق یه دختر بیکس و کار شده.
که صبح تا شب تو حیات خونه واسه منقل باباش زغال سرخ میکنه و همیشه پای چشش عینه و بادم جون سیاست. تو خون خودم شنا کردم، بهش گفتم که دوستش دارم. تو هیچ وقت نمیتونی مثل من باشی. من خودم هم اینکی داشکل وقتی داشتم دست و پا میزدم بهش گفتم که دوستش دارم. اما تو چی؟ حتی یه نامه هم واسش ننوشتی. حتی یه نامه براش ننوشتی. بین تمام مردایی که تو رژ رفت آمد داشتن یا به نوعی عضو هرم بودن، من فقط به تو فکر میکردم. من دوست داشتم. تا اینکه اون شب توی اون کافه سر اون میز تو چشمم نگاه کردی و باختی. مرجا با اتفاقایی که بعد از برگشتن از ایران افتاده بود، دستگیرم شده بود که واقعا میخوای از روش بزنی بیرون. واقعا پای منبر یه عالم بیان بلند شدی و زدی بیرون. ببین چقدر بدبختی کشیدم. خود تو چقدر بدبختی کشیدم. ولی اگه به خودم بود هیچ وقت هم چه گناهی مرتکب نمیشد. میدونی موسیو، از وقتی که شما آمدی اینجا آدم های عجیبی توی هتل رفت آمد میکنن. مثل آقای سیگر مسافر اتاق شماره 19، اون دو تا مهمونه یه همیشه ایش. اون همیشه پوکر بازی میکنم و سیگاره یه روسی میکشم. آقا موسیو با چقدر از سیگاره یه روسی بدم میاد. خیلی بد بونم. چرا هیچ وقت به مرجان نگفتی که عاشقشی؟ چرا با اون پنجره خیانت کردی؟ مرجان همیشه عاشقت بود، همونطوری که من عاشقتم، همونطوری که همه ما عاشقتیم. اما تو چی؟ تو یه نامه هم برشتی نمیشتی. آقای هدایت روز جمعه 6 آوریل 1951 آمد و آپارتمانش رو تحویل گرفت. از اون روز دیگه من اون رو ندیدم. اون به من هیچ حرفی نزد. من هیچ اطلاعی درباره اون نمیتونم بدم. من اینجا تنها، اینجا یه مسافرخونه درجه 3 به حساب میام. من هیچ مستخدمی ندارم. همه مسافرها کارشون رو خودشون انجام میدن. مسافران طبقه سوم به من گفتن که بوی گاز پیچیده تو ساختمون. من هم فرکه اصلی باز رو بستم. بعدا فهمیدم این بو از اتاق آقای هدایت میاد. در رو که باز کردیم دیدم روی زمین خوابیده. توی اتاق پر شده بود از کاغذهای مچاله شده. انگار سالهای ساله که خوابه، نمیتونسته با جای تماس گرفته باشه. هیچ کدوم از اتاقهای این مسافرخونه خط تلفن نداره. من چیز دیگه نمیتونم بگم. لطفاً برید کمیسری. باید برای اطلاعات بیشتر به کمیسری مراجعه کنید.